ده تن از باشندگان ولایت غور و اعضای روند سبز در این ولایت حمله مرگبار روز چهارشنبه در کابل را محکوم کردند. آنان خواهان مجازات عاملین این رویداد هستند و از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند که بیشتر از این با سرنوشت مردم افغانستان بازی نکنند. این افراد همچنان از جنبش دادخواهی که در کابل شکل گرفته است نیز حمایت کردند. ده ها تن از باشندگان ولایت غور و اعضای روند سبز در شهر فیروزکو مرکز این ولایت با شعارهای علیه حکومت دست به اعتراض دادند. آنان با شعارهایی که ما با کابلیان همگام هستیم، مرگ به طالبان جنایتکار و عامیانشان و مرگ به کسانی که طالبان را برادر خطاب می کنند، از سران حکومت وحدت ملی خواستند تا جلو عملات خونین را بگیرند. ما نه تنها از حکومت خواستاری بررسی قضیه هستیم، بلکه از مردم و از انسانهای با وجدان این سرزمین میخواهیم که کمر همت بسته کنند و اجازه ندن که سرنوشتشان را صفاکان روزگار برادران پشت پرده طالب رقم بزنه. در این لحظات درد آور در کنار هموطنان داغدار خیش میستیم و از نیروهای امنیتی خیش حمایت قلبی مینماییم. نابود باد طالبان تروریست و ننگ باد بر برادرانشان. با این حال شماری از اعضای شورای ولایتی این ولایت نیز خواهان بازداشت عاملین این رویداد هستند. آنها پافشاری دارند که جلو بازی های سیاسی که در کشور جریان دارد باید گرفته شود. اگنشینان باید بدانند که ملت بیدارند و ملت میداند که آنها خودفروختگان هستند و اونا کسانی هستند که عملات وحشیانه را رهبری میکنند و عملات وحشیانه را انجام میدند و این ملت به خاک و خون کشاندند. این معترضان از دولت میخواهند که انس اقانی و دیگر افراد تروریستی که در زندان هستند اعدام کنند تا این درسی باشد برای کسانی که قصد کشتن مردم را دارند. حمله مرگبار تروریستی که روز چهارشنبه در منطقه وزیر اکبرخان کابل اتفاق افتاد، خشم شهروندان کشور را برانگیخت. در این حمله بیش از 100 تن از افراد ملکی جان باختند و بیشتر از 500 تن دیگر زخمی شدند.